سرخط خبرها، عصبانیت و هراس آمریکا از رونمایی موشک خیبر ایران، پاسخ تند و به موقع نیروهای مسلح ایران به ماجراجویی تازه اسرائیل و هشدار روسیه به ناتو در خصوص ارسال تسلیحات هسته‌ای به اوکراین. به این بسته خبری از پیک خوش اومد. رونمایی از موشک خرمشهر 4 با نام خیبر به مناسبت 3 خرداد سال روز آزادی خرمشهر هراس و عصبانیت ایالات متحده آمریکا را همچون همیشه به همراه داشت. و ماتیو میلر، سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا، در واکنش آن را تهدید خواند. به گزارش اینا، ماتیو میلر، سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران در واشنگتن در پاسخ به سوالی درباره واکنش ایالات متحده آمریکا به رونمایی از موشک جدید ایران ادعا کرد، توسعه موشک‌های بالستیک از سوی ایران تهدیدی جدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود. سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا ادامه داد: ما این گزارش‌ها را دیده‌ایم، همانطور که اعلام کرده‌ایم، توسعه و تکثیر موشک‌های بالستیک از سوی ایران تهدیدی جدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود. برنامه موشکی ایران همچنان یک چالش در مقابل منع اشاعه است. میلر افزود: ما همچنان از ابزارهای مختلف منع اشاعه از جمله تحریم‌ها برای جلوگیری از پیشرفت برنامه موشکی ایران و توانایی این کشور برای ارائه این موشک‌ها و تکنولوژی آنها به دیگران استفاده می‌کنیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد ایران با وجود محدودیت‌های برنامه موشکی ایران بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت همچنان به دنبال دریافت تکنولوژی مختلف موشکی از تامین کنندگان خارجی است و با بی‌توجهی به این قطعنامه به انجام آزمایش‌های موشکی خود ادامه می‌دهد. میلر مدعی شد همانطور که قبلا اعلام کرده ایم یک ایران با سلاح هسته‌ای تحریک‌آمیزتر عمل خواهد کرد و به همین دلیل ما مصمم به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هستیم. در همین حال کانال 12 رژیم صهیونیستی رونمایی از موشک خرمشهر 4 توسط جمهوری اسلامی ایران را حاوی پیام به هنگام و هشدارآمیز ایران به این رژیم در مورد ارتکاب هر گونه ماجراجویی ارزیابی کرده. به گزارش روز جمعه ایرنا، رسانه‌های رژیم صهیونیستی پس از رونمایی از موشک دوربرد خرمشهر 4 به دلیل ابعاد توان فنی و نظامی این موشک و نقش آن در دکترین بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران پرداختند. این رسانه‌ها رونمایی از این موشک در چنین زمانی را 2 از این دکترین دانستند که به گفته آنها به منظور خنثا کردن تهدیدات رژیم صهیونیستی و عناصری بازدارنده در برابر هر گونه ماجراجویی این رژیم صورت گرفته است. کانال 12 رژیم صهیونیستی گزارش داد موشک بالستیک جدیدی که ایران روز پنجشنبه معرفی کرد و بردش به اسرائیل نیز میرسد این پرسش را به میان میآورد که چه منطقی در پشت این رونمایی وجود دارد و چرا درست در چنین ظرف زمانی انجام میشود. اوهات همو، تحلیلگر امور جهان عرب در این کانال صهیونیستی در این خصوص به تداوم فشارها و تهدیدات متقابل میان تهران و تل‌آویو طی مدت طولانی در دوران اخیر اشاره و تاکید کرد که رونمایی از این موشک بخشی از گفتگو میان دو طرف به زبان هشدار است. سخنی آشکار و کاملا روشن. وی در خصوص موقعیت زمانی رونمایی ایران از موشک بالستیک خرمشهر 4 نیز گفت که اصل ماجرا در همین زمان بندی است. ایرانی ها از مواضع و حرف هایی که در اسرائیل زده می شود آگاه هستند و یکی از نشانه های این امر نیز رونمایی از چنین موشکی در چنین ظرف زمانی است. اما در این خصوص به اظهارات چند روز پیش هرتزی هلیفی رئیس ستاد مشترک رژیم صهیونیستی اشاره کرد که از حمله احتمالی این رژیم به مراکز هسته‌ای صلح‌آمیز ایران سخن گفته بود. این تحلیلگر گفت ایرانی ها این حرف ها را می شنوند و با رونمایی از چنین موشکی به ما پاسخ می دهند و پیامی بازدارنده برای هر گونه ماجراجویی اسرائیل ارسال می کنند. در پی هشدارهای ارکان محور مقاومت به رژیم صهیونیستی و قدرت نمایی دوباره جمهوری اسلامی ایران با آزمایش موشک بالستیک جدید خیبر، سران رژیم صهیونیستی از لفاظی های روزهای اخیر خود علیه ایران و مقاومت در منطقه عقب نشینی کرد.
یک سخنگوی نظامی رژیم اسرائیل دیروز با عقب نشینی ضمنی از لفاظی‌های روزهای اخیر سران صهیونیست از جمله رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی علیه ایران و محور مقاومت که باعث کاهش شدید ارزش پول این رژیم نیز شده بود گفت که گفته‌های هلری به این معنا نیست که ما در صدد جنگی علیه لبنان یا حمله به ایران هستیم. او همچنین از ترس واکنش و پاسخ محور مقاومت به مانور و تحرکات نظامی این رژیم در روزهای آینده افزود تمرین‌های نظامی ما سالیانه است. به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، موشک خرمشهر 4 با نام خیبر، جدیدترین محصول موشکی سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع، صبح پنجشنبه با حضور امیر سرتیپ محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد. موشک خیبر که جدیدترین نسخه از خانواده موشک‌های خرمشهر است، موشکی سوخت‌مایه با برد 2000 کیلومتر و سرجنگه 1500 کیلوگرمی است که علاوه بر برخورداری از ویژگی‌های راهبردی، از ویژگی‌های تاکتیکی نیز برخوردار است. از جمله ویژگی‌های بارز موشک خرمشهر، برخورداری از سامانه هدایت و کنترل در فاز میانی پرواز است که استفاده از این سامانه و موتورهای هدایتگر در سرجنگی منجر به کنترل وضعیت و اصلاح مسیر سرجنگی در خارج از جو می شود و عملاً تمام هدایت و کنترل این موشک در خارج از جو زمین رقم می خورد. این ویژگی منجر به آن می شود که خرمشهر 4 یا خیبر بی نیاز از فعالیت سیستم هدایت و کنترل در داخل جو باشد و به این ترتیب در برابر حملات جنگ الکترونیک به طور کامل مصون باشد. معاون شورای امنیت روسیه به کشورهای عضو ناتو درباره ارائه تسلیحات اتمی به اوکراین هشدار داد و بر مقابله پیشدستانه با چنین اقدامی از سوی آنها تاکید کرد. به نقل از خبرگزاری روسی تاس، دیمیتری مدودوف در دیدار از ویتنام به خبرنگاران گفت غرب این واقعیت را درک نکرده که تقابل بین روسیه و کشورهای عضو ناتو ممکن است در نقطه‌ای به حمله اتمی پیشدستانه منجر شود. وی احتمال ارائه جنگنده و حتی سلاح اتمی به کیف را ضعیف ندانست و تصریح کرد اگر تسلیحات اتمی به اوکراین ارائه شود، حمله پیشدستانه ضروری است و در این صورت پاسخ آنها موشکی و با کلاهک اتمی خواهد بود. این مقام روس سیاست خارجی آمریکا را سودگرانه دانست و گفت آمریکایی‌ها دنبال جنگ نیستند بلکه دنبال پول هستند. مدودوف اروپایی‌ها را نیز درباره افزایش تنش‌ها بین روسیه و کشورهای اروپایی مقصر دانست. این مقام روس پیش‌بینی کرد که جنگ اوکراین برای دهه‌های متمادی ادامه یابد و افزود ممکن است 3 سال آتش بس اتفاق بیفتد ولی بعد از آن 2 سال جنگ باشد زیرا نازیسم مستقر در کیف باید از بین برود. مدودوف در بخش دیگری از سخنانش دولت اوکراین را در حال بررسی تحقق سناریوی کره در این کشور یعنی تقسیم اوکراین نظیر شبه جزیره کره اعلام کرد. از اوایل اسفند ماه 1400 که با عملیات نظامی روسیه در خاک اوکراین این بحران بزرگ در عرصه بین المللی رقم خورد، بحرانی که با وجود گذشت حدود 15 ماه از عمر آن اما نشانه ای از کاهش تنش به چشم نمی خورد. در این میان هر روزه شاهد تشدید تسلیح اوکراین با سلاح‌ها و جنگ افزارهایی هستیم که بر وسعت و دامنه بحران می افزایند. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.